40 سال پیش در چنین روزهایی مردم ایران شاهد یکی از حماسی ترین و شورانگیزترین مقاومت های جوانان این میهن در نبرد با پاسداران و ماموران خمینی در سال 1361 بودند. در شرایطی که در همون ایام خمینی تلاش میکرد با انتشار اعترافات اجباری و به ندامت کشیدن برخی مخالفاش گرد یأس و تسلیم رو در جامعه بپراکنه، اما هر بار آتش نبرد از پایگاه های مقاومت مجاهدین رؤیای خمینی برای تسلیم جامعه رو باطل میکرد. در برنامه امروز تلاش میکنیم به یکی از این نبردها، یعنی حماسه 12 اردیبهشت سال 61 بپردازیم و ببینیم در آن روزگار چه گذشت، نقش زنان در آن حماسه چه بود، نقش ساواک در همکاری با پاسداران در سرکوب و کشتار مجاهدین در دهه 60 چه بود. در این رابطه همراه هستیم با آقای پرویز کریمیان. آقای کریمیان، به شما سلام میکنم، خوش اومدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ابتدا میخواستم برامون مقداری از واقعه روز 12 اردیبهشت بگید که چگونه این حماسه به وقوع پیوست. با سلام خدمت شما و همچنین همه هموطنان و به طور خاص جوانان شورشگر قیام و کانونهای شورشی در سراسر ایران، و با تشکر از شما که چنین فرصتی رو در این روز حماسی برای من فراهم کردید که بتونم گوشه هایی از اون چی که در سال 61 در میهنمون به وقوع پیوست بازگو کنم. اولی که شما سوال کردین که اون روز در 12 اردیبهشت چه وضعیتی بود، اول اینکه بدونیم ما وقتی صحبت از حماسه میکنیم، طبعا حماسه یک اتفاق واحد و تنها نیست، یک بار یه اتفاقی نیفتاده. حماسه 12 اردیبهشت در حقیقت در ادامه مسیری بود که ما از روز اول در نمصاف با نظام خمینی انتخاب کرده بودیم که منجر شده بود به 30 خرداد 60، و بعد در ادامه اون حماسه 5 مهر سال 60 را داشتیم که برای اولین بار شعار مرگ بر خمینی، که در حقیقت چیزی نبود که به سادگی بشه همه گیرش کرد، این شعار توسط رزمندگان مجاهد خلق در خیابان‌های تهران سرداده شد، و بعد حماسه 19 بهمن سال 60 به وقوع پیوست که با شهادت اشرف زنان مجاهد اشرف ربیعی و همچنین سردار خلق موسی خیابانی حماسه بزرگی به وقوع پیوست که حال من از جزئیات اینا در میگذارم تا میرسیم به 12 اردیبهشت. حماسه 12 اردیبهشت آخرین حماسه نبود و بعد از اون حماسه های بعدی هم اتفاق افتاد، ولی اگر بخوام به طور خاص به این حماسه بپردازیم لازمه که یه توضیح مختصری راجع به وضعیتی که اون زمان وجود داشت من بگم. رژیم از خرداد سال 60 در حقیقت وحشیگری خودشو به اوج رسون و در تمامی طول سال 60 تا برسیم به سال 61 روزانه صدها و واقعا چند صد مجاهد رو، مجاهد و انقلابی رو به جوخه های اعدام می سپرد و در رادیو تلویزیون رژیم هم عمدتاً اعلام میشد. هدف این بود که یک رعب و وحشت و یأس و ناامیدی رو در سراسر جامعه بپراکنه و پا به پای اون سرکوبی که در تمامی وجوه اجتماعی رخ به اصطلاح اعمال میکرد، رژیم میخواست از چیزی که از جنبشی، از انقلابی که یقش گرفته بود خودش رو رهایی بده، که منجر شد به 12 اردیبهشت. در اون زمان خیلی ها که به صلاح اهل میدان رزم جدی و مبارزه تمام عیار نبودن، در حقیقت به قول معروف جا زده بودن، بریده بودن و دیگه پای مبارزه جدی نمی آمدن. اون زمان رهبران گروه های به اصطلاح چپ، که از در حقیقت چپ نما، که با خیانت به خون شهدا و خون کسانی که جنبش رو در زمان شاه استمرار داده بودن، رسونده بودن به زمان خمینی، و با خیانت به مجاهدین و با اپورتونیزم به اصطلاح ضربه جدی زده بودن. زمانی که دیگه وقت جنگیدن با خمینی بود، دست تسلیم بلند کرده بودن. همچنین
بعضی مراجع که با اینکه انبوه و کبکبه دبدبه داشتن ولی در برابر وحشیگری خمینی تسلیم شده بودند و رژیم هم پشت سر هم به قول معروف بادومش گردو میشکست و اینها را پشت هم بارز مثلا تو رادیو تلویزیونش اعلام میکرد. برای چی؟ برای اینکه بتونن فضای یأس و ناامیدی رو در جامعه بپراکنه. حماسه 12 اردیبهشت درست در نقطه مقابل این وضعیت، درست در جایی که همه فکر میکردن دیگه راهی وجود نداره، در ادامه حماسه های قبلی حماسه 12 اردیبهشت خلق شد که بیش از 60 مجاهد خلق در یک نبرد نابرابر از ساعت 2 بعد از ظهر روز 12 اردیبهشت تا بعد از ساعت 11 شب در پایگاه های خودشون در نقاط مختلف تهران جنگیدن و نگذاشتن حتی به اصطلاح یک مجاهد زنده دسترسی پیدا کنه. همه تا آخرین لحظه جنگیدن و به دشمن اجازه ندادن که به اونها دسترسی پیدا کنه. مثلا اولی که این فقط در یک نقطه نبود، در شمال تهران در منظریه، در فرمانیه، در کامرانیه که کانون اصلی این نبرد بود، به اصطلاح پایگاهی که مجاهد قهرمان محمد ضابطی در اون بود و تعدادی دیگه از برادران و خواهران مجاهد در کامرانیه و در هر یک از پایگاه دیگه، مثلا در ستارخان مجاهد خلق حمید خادمی با یارانش و در 21 متری جی سعید منبری که همه معرف حضور همه هست، در شرق تهران یک مجاهد قهرمان به اسم خدیجه مصباح تا آخرین گلوله خودش ایستاد و فقط دشمن به جسد او تونست دسترسی پیدا کنه. این آتشی بود که سراسر تهران رو در اون روز در بر گرفته بود و اینگونه فضای یأس و ناامیدی و به اصطلاح کبکب دبدبه کردن و دوددمهای رژیم رو نقشه برآب کرد. این یک نقطه از حماسه هایی بود که آفریده شد و البته با خون عزیزترین مجاهدین خلق، با قهرمانانی که سالیان سال در زندانهای رژیم شاه ایستادگی کرده بودند و بعد تونسته بودند مسیر رو به دوران فاز سیاسی بالغ بکنند. تقریبا دو سال و نیم در برابر وحشیگری های خمینی ایستادگی کرده بودند و مقاومتی را سازمان داده بودند که در 30 خرداد سال 60 دمار از روزگار رژیم در آورده بود و رژیم هم با فرمان اخص خود خمینی با شلیک کردن به تظاهر کنندگان در 30 خرداد راه مبارزه مسلحانه رو به ما تحمیل کرده بود و در این مسیر بود که این حماسه ها که اون یک طرفش بریدگی و یأس و ناامیدی و اونچه که رژیم میخواست، طرف دیگرش مقاومت حماسی، ایستادگی و جنگیدن تا آخرین نفس و تا آخرین گلوله بود. بله. چیزی که در 12 اردیبهشت به وقوع پیوست. بله، با تشکر. خب شما الان اشاره کردین در پاسخی که به سوال قبلی بود به نقش زنان، خصوصا زنان مجاهد خلق در این حماسه که خیلی هم تاکید شده در موردش. مشخصا زنان مجاهد خلق چه نقشی در این ایام ایفا کردند؟ بله، اتفاقا در مورد حماسه 12 اردیبهشت باید از قضا روی این پدیده انگشت گذاشت. خب در حماسه‌های قبلی خواهران مجاهد بودند و جنگیدند، در فاز سیاسی نقش خودشون نشون داده بودند. به طور خاص در حماسه 12 اردیبهشت زنان قهرمانی که در صحنه این جنگ نابرابر بودند، از جمله خواهر مجاهدمون نصرت رمضانی، سوسن میرزایی، زکیه محدث، مهری خانوانی و پری یوسفی و انبوهی از خواهران دیگه بودن که اینا فرماندهان صحنه این جنگ نابرابر بودن. به طور خاص در پایگاه کامرانیه که پایگاه مجاهد شهید محمد ضابطی بود، خواهر مجاهدمون نصرت رمضانی فرماندهی این جنگ را بر عهده داشت و بر حسب گزارشاتی که ما داشتیم و مردم از بیرون دیده بودند، میگفتند یک زنی بود که از این طرف به اون طرف همه را سازمان میداد و از ساعت 2 بعد از ظهر که این جنگ شروع شده بود تا 9 شب این پایگاه رو با گرفتن تلفات سنگین از دشمن حفظ کردند و دشمن مجبور شد
دست به زدن RPG ببره و بعد از اون هم با زدن موشک توسط هلیکوپتر اون پایگاه رو منهدم کرد و الا مجاهدین تن به جنایتکاری های رژیم نداده بودن. این همین خواهر مجاهدمون سوسن میرزایی در همون پایگاه، خواهر زکیه محدث همچنین، خواهران دیگه در پایگاه های دیگه، خواهر پریه یوسفی در پایگاه ستارخان، خواهر خدیجه مصباح گفتم در شرق تهران که به تک و تنها جلوی پاسداران ایستاده بود، طوری که فکر میکردن مثلا یه جماعت زیادی در این پایگاه دارن میجنگن، در حالی که اون خواهر تک و تنها در جلوی اونها ایستاده بود. خواهر مجاهدمون مهین خیابانی، خواهر سردار مجاهد خلق موسی خیابانی در یک پایگاه دیگه تا آخرین گلوله جنگیده بودن. همچنین در پایگاه های دیگه ای مثل همون 21 متری خواهر مژگان موفق، خواهران دیگه‌مون فائزه بهاری، زهرا طباطبایی، معصومه میر محمد، همچنین فرشته فامیلیتم را الان فرشته اسدی فکر کنم، فرشته اسدی که من خودم شخصا تک تک این خواهران رو دیده بودم و باهاشون کار کرده بودم. مثلا من با خواهر نصرت رمضانی، خواهر زکیه محدث، خواهر مهریه خانوانی در یک قسمت در فاز سیاسی کار کرده بودیم. توانمندی ها، جدیتشون در مبارزه و بیشکافیشون رو در نبرد با این رژیم جلاد به وضوح حس میکردم و دیده بودم. و حتی من زمانی که فهمیدم در اون پایگاه خواهر نصرت رمضانی هست، به دوستان گفتم که شک ندارم که خواهر نصرت در اون پایگاه دمار از روزگار رژیم در میاره. و اتفاقا بعدن که اخبار اون درگیرها رو شنیدیم، فهمیدیم که چگونه این خواهر مجاهد قهرمانانه مسیری رو، یعنی چیزی رو به رژیم تحمیل کرد که مجبور شد موشک و هلیکوپتر وارد این نبرد بکنه، در حالی که مثلا در یک نبرد شهری وارد کردن هلیکوپتر معنای خاص خودشو داره. خب از این حماسه زیاد هست، ولی نمیدونم به خاطر وقت بعد کم بوده، وقت محدوده، ولی بله بله خیلی میشه از این قهرمانی ها گفت، به خصوص که من خودم تک به تک با این خواهران مجاهد از نزدیک کار کرده بودم، در یک قسمت همرزم هم دیگه بود. من میدونم وقتی صحبت از حماسه این خواهران میکنیم یعنی چی. بله خیلی ممنون، خیلی دوست داریم بشنویم، ولی متاسفانه به خاطر محدودیت وقت. آقای کریمیان، الان شما صحبت از کردین از سرکوب رژیم، چون در اون ایام صحبت از همکاری عناصر ساواک و آموزش دادن نیروهای سپاه و اطلاعات رژیم برای ضربه زدن به مجاهدین تاکید شده، نقش عناصر ساواک مشخصا در سرکوب و کشتار مبارزین در دهه 60 به طور عام و در حماسه 12 اردیبهشت به طور خاص چگونه بوده؟ بله این هم جزء مواردی که باید واقعا در حماسه 12 اردیبهشت بهش اشاره کرد. و اونم اینه که اول که رژیم بعد از به قدرت رسیدن، اولین کاری که کرد رابطهش با همون ساواکی که سرکوبگر اصلی و کشدار کننده همه انقلابیون زمان شاه بود، رابطهش حفظ کرد، نگذاشت اصلا سردمداران رژیم، سردمداران ساواک بهشون لطمه زیادی وارد بشه و تمامی روش ها و کارکرد های ساواک رو به خدمت خودش گرفت. روش هایی که البته اون زمان در زمان شاه امپریالیسم به شدت رژیم رو در این زمینه تجهیز کرده بود و با آخرین تجربیات به کار گرفته بود. در حماسه 12 اردیبهشت من باید اولین رو بگم، من خودم در 12 اردیبهشت در یک پایگاهی بودم که مورد حمله واقع نشد. من خودم صامت گوش میکردم، از صامت متوجه شدم که گویا یه خبرایی هست. بعد در یه ساعت حدود یک بعد از ظهر گفته شد که دیگه رو شبکه‌شون اومد که دیگه هیچ تماسی رو این شبکه برقرار نکنیم، و واقعا شبکه قطع شد. با تا فردا تا حوالی ظهر شبکه صامت رژیم که روزانه مثلا صدها و هزارها پیام رد و بدل میشد و آدم گاهی وقتا نمیتونست حتی پیگیری کنه موارد رو، یه دفعه قطع شد. بعد ما فهمیدیم که یه شبکه جدیدی به اسم عبدالله پیام راه اندازی شده و اون درگیری از جانب رژیم توسط این شبکه عبدالله پیام به اصطلاح رهبری و هدایت شده. این شبکه شبکه هم به اصطلاح شبکه بود متشکل از عناصر و مزدوران ساواک با عناصر سپاه و اطلاعات رژیم و کمیته‌چی‌های اون زمان، که اینها یه شبکه‌ای تشکیل داده بودن، شبکه مجزا از شبکه معمول به اصطلاح رژیم که توسط کمیته‌ها و سپاه اداره می‌شد، و توسط اون
عملیات علیه مجاهدین رو اونجا هدایت میکردن که بعدن این اولین بار بود که این عبدالله پیام را افتاد و در عملیات های بعدی مثلا در ده مرداد هم همینطور بود، در داستان مالک مستاجر هم همینطور بود، در خیلی از درگیری های بعدی ما نقش این عبدالله پیام رو میدیدیم در درگیری ها. این عبدالله پیام عناصر اصلیش، فرهنگش و روشی که به کار میگرفت همون روشی بود که ساواک به کار میگرفت و در دستگاه جریان داشت. رژیم روی این امکان سوار شده بود در همکاری ضد انقلابی با علارغم همه ادعاهاش که گویا مثلا با مرزی با رژیم شاه داره یا این به اصطلاح شاه سرنگون شده رو به زباله دان، همچی خبری نبود. دقیقا از امکانات و روش ها و شیوه های ضد انقلابی ساواک اون زمان استفاده کرد و ضربات متعددی به انقلابیون به طور خاص به مجاهدین زده بود. در 12 اردیبهشت هم همین شبکه بود که اصلی ترین نقش رو در اون کشتار، در اون عملکرد ضد انقلابی از خودش نشون داده بود. بله، با تشکر. به عنوان سوال آخر، ما این روزها در رابطه با مرزبندی خلق و ضد خلق یا مرز بین شاه و شیخ با مردم میشنمیم و همینطور مشی مبارزه و تاکید برخی بر خشونت پریزی، از این منظر با نکاتی که از حماسه این روز گفتین، چه نتیجه و رهنمودی برای نسل کنونی قیام آفرین در کشورمون دارین که بگین؟ با عرض پوزش به دلیل محدودیت وقت درخواستشم کوتاه‌تر بگین که بساده. بله، خیلی ممنون. البته خب میگین کوتاه دیگه چاره‌ای ندارم، ولی چون قسمت مهم بحث همینه. بله. ببینین حماسه 12 اردیبهشت وقتی میگیم حماسه معنا داره، یعنی همونطور که گفتم در یه طرف بریدگی و یأس و ناامیدی و سرکوبه، در یه طرف ایستادگی و مقاومته. اگه میگیم مثلا ما حماسه عاشورا میگیم، چرا حماسه است؟ به خاطر اینکه در اوج وحشیگری اون زمان یک ترکیبی ایستادن تا آخرین قطره خونشون و جنگیدن. این حماسه تبدیل شده به یک حماسه ماندگار، به یک درس ماندگار تبدیل شده. حماسه 12 اردیبهشت یک درس ماندگاره، یک خون جاری دوران در مسیر مبارزه بوده. ببینید، نمیخوام به عقب زیاد برگردم، 30 خرداد ما وارد مبارزه مسلحانه شدیم. قدم به قدم این مسیر رو با خلق حماسه های پی در پی پیش بردیم. همطور که گفتم خود 30 خرداد، بعدش حماسه 5 مهر، بعد 19 بهمن، بعد 12 اردیبهشت، بعد 10 مرداد، بعد حرکات بعدی. من اول چرا ما میگیم درس ماندگار، چرا میگیم خون جاری دوران؟ به خاطر اینکه این منطق، این به اصطلاح شیوه یا به عبارت این منش و این رویکرد چیزی است که در تمامی مسیری که از روز اول جنگ با خمینی تا امروز ادامه داشته، این مسیر طی شده و با خودش یه چیزهایی رو ساخته، ایجاد کرده. مثلا 12 اردیبهشت بود که منجر شد به 10 مرداد و 10 مرداد بود که کشیده شد به ارتش آزادی بخش ملی ایران که به اصطلاح زهر رو به حلقوم خمینی ریخت و بلیه جنگ که خمینی برای بقای خودش روش پاسف کرده بود رو تنورش رو گل گرفت. خب این مسیر بود که در پی اون حماسه ها به وجود اومده. بعد از ارتش آزادی بخش و جریانات بعدی خوردیم به حماسه اشرف، یعنی اگر بخوام دقیق تر بگیم دوران پایداری در اشرف و لیبرتی. اینها چگونه اتفاق افتاد؟ در حقیقت بنا رو بر این داشتن که استعمار و ارتجاع مجاهدین رو نابود کنن، ولی مجاهدین در جنگ اونطوری ایستادگی کردن، بعد در اشرف و لیبرتی ایستادگی کردن، بعد که فشار آوردن بعد از 14 سال پایداری که مجاهدین هجرت بزرگ رو انتخاب کردن و پای هجرت بزرگ اومدن، استراتژی کانونهای شورشی و 1000 اشرف پاسخ ما به این دوران بود و در ادامهش کانونهای شورشی بودن که به وجود اومدن و این کانونهای شورشی نبرد رو در داخل خاک ایران ادامه دادن و همین مسیر استمرار پیدا کرده تا به امروز. خب ببینیم، وقتی کانونای شورشی بودن به ادامهش قیام سال 96 بود با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و مرگ بر خامنه ای، به دنبالش قیام سال 98
آبان 98 که مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، بارز شد با خون 1500 شهید. اون 1500 شهید در حقیقت خون حماسه 12 اردیبهشت و 19 اردیبهشت، یعنی خون اون شهدایی که اونجا ریخته شده بود، با خون اون 1500 شهید گره خورد، پیوند خورد. و در ادامه اون قیام 1401، در قیام 1401 هرچه که خون ریخته شده، هرچه که حماسه آفریده شده، در ادامه اون بوده که با اتکاب کانونهای شورشی، با اتکاب تشکیلات مجاهدین، با اتکاب قیمتی که در این مسیر داده شده و داده شده بود، خلق قهرمانات ما تونستن این قیام رو به پیش ببرن و ایستادگی کنن. حالا شما سوال کردین که مرزبندی، وقتی در این قیام اصلی ترین شعاری که میخش سفت سخت کوبیده شد و دهن خیلی ها رو بست، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اینطوری ما یک مرزبندی اساسی کردیم با هر نوع دیکتاتوری، چه از جنس شاهی چه از جنس شیخیش. اینطور مرزبندی قاطع و محکمی ایجاد شد و این پیام رو به دنبال داره که ایجاد جمهوری دموکراتیک دیگه جایی برای جمهوری، برای شاه و شیخ باقی نمیگذاره. این اون چیزیه که امروز با همه قوای خودمون پشتش هستیم و راهش رو به جلو باز میکنیم. میبینین که دشمن استعمار و ارتجاع با ساختن آلترناتیو های پوشالی که خودمون خیلی خوب میفهمیم، ولی خب اونا توطئه خودشونو میخوان بکنن. اگر در سال 60 با سرکوب و کشتار و ایجاد یأس و ناامیدی میخواستین جامعه رو ببنده، الان با ایجاد آلترناتیو های کذایی که همه میفهمن که تهش هیچی نیست، ولی با تبلیغات وسیع و گسترده، با به اصطلاح ایجاد پروپاگاندای مختلف تلاش میکنن یه جوری نشون بدن که گویا خبری هست. نه خبری نیست. تا وقتی این حماسه هست، تا وقتی این خونها به هم پیوند میخوره، تا وقتی این شعار با همه قوا قیمتش داده میشه و امروز در کف خیابان‌ها توسط کانون‌های شورشی داره روزانه نشون داده میشه، مطمئناً دشمن یعنی استعمار و ارتجاع، شیخ و شاه نمیتونن کاری از پیش ببرن. البته این قیمت داره، قیمتیه که امروز کانون‌های شورشی قدم به قدم میدن و باید هزاران درود و هزاران سلام بر اونها فرستاد که در به سلام میدان و در هنگامه‌ای که همه تلاش میکنن راه رو ببندن، راه مبارزه به سلام انقلابی رو از راه مماشات و خشونت پرهیزی و این چیزا که فقط برای اینه که راه انقلاب رو ببندن، اونها رو سد کنه و راه انقلابی برای ایجاد جمهوری دموکراتیک رو هموار کنه و باز کنه. بله، ممنونم از شما آقای پرویز کریمیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراهمون بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. من باز هم میخوام به کانونهای شورشی و جوانان شورشی در سراسر میهن، به اعتصاب کنندگان، به همه مردم ایران که با همه قوای خودشون پشت این هستند که هر گونه مماشاتگری، خشونت پرهیزی و آلترناتیو سازی رو به محاق ببرن، درود میفرستم و امیدوارم که همه این تلاش ها به سرعت به ثمر بنشینه. با تشکر از شما. ممنون، خیلی ممنون، خدا نگهدار.